عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان، امروز تصمیم دارم چند نماد را از بین کامنت های شما انتخاب بکنم و تحلیل کنم. بسیار تشکر میکنم باز از کامنت های بسیار خوب شما که همیشه مشوق ادامه برنامه های ما هستش، همچنین از خانم عزیزه شهابی که ما اشتباهاً توی برنامه گذشته من با توجه آیدی ایشون عزیز شهابی خونده بودم، خب ایشون توضیح دادن برای من. همچنین دوست دیگری که آقای علی که خیلی لطف دارید آقای علی، و واقعا ما با این کامنت های شما هست که ادامه میدیم این راه را و انشاءالله که بتونیم کمک بکنیم به شما عزیزان. خب ابتدا چند کامنت رو خدمتتون توضیح میدم و بعدش انشاءالله بریم سراغ تحلیل شش نمادی که برای شما در نظر گرفتم. از ما پرسیده بودید که آیدی رین میوزیک از سوال کردن که در مورد تفاوت ورود به سهم قبل از افزایش سرمایه و بعد از آن صحبت کنید. خب ببینید، اولا وقتی که مجمع افزایش سرمایه تشکیل میشه، کسانی که توی اون مجمع شرکت بکنن، این افزایش سرمایه مشمول حالشون میشه. یعنی شما اگه قبل از مجمع سهم رو فروخته باشید، دیگه افزایش سرمایه مشمول حال شما نخواهد شد. همچنین اگر بعد از مجمع این سهم رو بخرید، این افزایش سرمایه باز هم شامل حال شما نخواهد شد. حتما بایستی که هنگامی که مجمع افزایش سرمایه، یعنی مجمع نهایی که تصویب کنه افزایش سرمایه را تشکیل میشه، شما این سهم را داشته باشید، نه اون مجمع ابتدایی که پیشنهاد افزایش سرمایه میدن. مثلا ببینید شهریور ماه مجمع فولاد برگزار شد، 46% پیشنهاد افزایش سرمایه دادن، ولی هنوز بورس باید تایید بکنه اینا. زمانی که بورس تایید بکنه، ناظر تایید کنه، بورس تایید کنه و مجمع افزایش سرمایه، یعنی مخصوص از افزایش سرمایه باشه، تشکیل بشه، اون موقع هستش که کسانی که تو اون تاریخ سهام داشته باشن، این افزایش سرمایه مشمولشون میشه. من قبلا تو بحث بنیادی هم یک مقداری راجع به این قضیه صحبت کردم، حالا صحبت میکنم. ببینید، وقتی که شرکت یک سودی را داره و این سود را میتونه بیاد بین سهامداران خودش تقسیم کنه، با این کار نقدینگی از شرکت خارج میشه. خب اگر شرکت کاری را نمیخواد انجام بده با این پول، پروژه دیگری را نمیخواد اجرا بکنه، معمولا میاد و چیکار میکنه؟ این سود را پخش میکنه. ولی وقتی که تصمیم داشته باشه یک پروژه دیگری را اجرا کنه، مثلا یک خط تولید جدید رو اندازی کنه، یا اینکه یک ساختمانی رو بخره، یه ملکی رو بسازه، یه اتفاق جدیدی میخواد انجام بگیره که یک توجیهی داره از نظر اقتصادی، میتونه بیاد چیکار کنه؟ به هیئت مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه رو بده و هیئت مدیره اگر تصویب بکنه، بازرس تصویب بکنه که بله چنین چیزی میخواد انجام بشه، و در نهایت بورس هم تصویب بکنه، اون شرکت افزایش سرمایه رو میتونه عملیاتی بکنه. خب ببینید، الان یک سودی در شرکت هست که این سود بهش میگیم سود انباشته. اگر افزایش سرمایه از این طریق بخواد انجام بشه، بهش میگیم افزایش از طریق سود انباشته، که معمولا اغلب اینجوریه. برخی از اوقات هم افزایش سرمایه به این صورت هستش که از آورده نقدیه، یعنی الان پولی که در شرکت هست کمه یا وجود نداره، خود سهامداران بس بیان چیکار کنن، یه پولی را بدن و در ازای سهام بیشتری به اونها تعلق خواهد گرفت. خب ببینید، الان این سود وقتی که تبدیل به سهام میشه، تعداد سهام زیاد میشه. مثلا وقتی که یک شرکتی 100% افزایش سرمایه میده، یعنی تعداد سهام میخواد دو برابر بشه. طبیعی هستش که خب الان این سود داخل شرکت هست و قیمت فعلی این سهم روی تابلو با احتساب این سوده.
حالا که این سود میخواد تبدیل به سهم بشه و دو برابر میشه تعداد سهام، اتفاقی که میفته این هستش که قیمت سهام نصف میشه. یه چیز طبیعی در ابتدای کار برای افزایش سرمایه هستش. ولی ببینید، از نظر بنیادی من قبلا هم صحبت کردم، وقتی که اون طرح توجیهیه وجود داره، در بلند مدت مثلا در 3 ماه، در 4 ماه، در 6 ماه قرار بر این هستش که یک اتفاقی در این شرکت بیفته که بر اساس اون اتفاق بعداً یک سوداوری برای شرکت انجام خواهد گرفت. معمولاً اینجوریه. بنابراین وقتی که افزایش سرمایه انجام میشه، بلا فاصله گاهی اوقات قیمت سهم بالا که نمیره، هیچ پایین هم میاد، چون تعداد سهم زیاد میشه. ولی خب بعد از یه مدتی که اون شرکت اون پروژه‌ای که اعلام کرده را انجام بده، به نتیجه برسونه، کم کم اثراتش برمیگرده توی شرکت و بعدن قیمت اون سهم شروع میکنه به بالا رفتن. بنابراین از نظر بنیادی باید ببینیم که این افزایش سرمایه بابت چی میخواد انجام بگیره، این بابت چیه مهمه، و بعدن کی این قراره که به نتیجه برسه که اون سود برای شرکت حاصل بشه. معمولا کسانی که بنیادی کار میکنن از افزایش سرمایه استقبال زیادی میکنن، چون کسی که بنیادی داره کار میکنه نمیخواد مدام خرید و فروش بکنه سهم را. بنابراین نگاه میکنن ببینن که آیا شرکت هایی که میخوان افزایش سرمایه بدن کدوم شرکت ها، چقدر سود آیندهشون میخواد تاثیرگذار باشه. بنابراین شما میبینید یه شرکتی تا میاد افزایش سرمایه میده، شروع میکنن به خرید سهام اون شرکت، اون کسایی که بنیادی کار میکنن، میگن خیلی خوب، ما این سهم رو میخریم میذاریم کنار، چون قرار بر این هستش که اولا تعداد سهممون دو برابر سه برابر بشه، بعد قرار بر این هستش که بعد از مدتی سود شرکت هم زیاد بشه. فروش شرکت که زیاد بشه، سودش که زیاد بشه، در نهایت روی قیمت سهام تاثیرگذار هستش. برخی از سهام هم هستش که به محض اینکه حالا بسته میشن برای مجمع افزایش سرمایه، بنا به شرایط و بنا به حالا اتفاقاتی که در بازار میفته، روزی که باز میشن خودشون یک ارسام خدمتتون که مثبت خوبی هم میخورن، مثلا 30%، 40%، 50%، مثلا خودرو که وقتی باز شد بعد از افزایش سرمایهش خیلی خوب مثبت شد، خودرو خسابا اینجوری بودن. تا خب اونا یه مقدار کمک دولتی هم داشتن، حالا کاری نداریم. یا حالا مثلا فامیلی که الان چند روز پیش اتفاق براش افتاد. برخی از سهام هستش که اینجوریه، یعنی وقتی باز میشندم 1% یا میخورن، ولی بعدش احتمال داره اینها قیمتشون بیاد پایین. چرا؟ چون خیلی از افراد ترجیح میدن که الان بیان اون سهام اصلی خودشون رو بفروشن و بعدن حالا یه سهم دو سهم رو نگه دارن تا اون سهام جایزه بعد از 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، چون یه ذره طول میکشه اضافه بشه اون سهام اضافه شده، حالا ما بشیم جایزه، جایزه نیست در واقع، حالا اسمش رو گوشیم جایزه، در واقع اون سهام افزایش سرمایه شده بهش اضافه بشه بعد از مثلا چند ماه آینده، و بعد هم میگن خب حالا اصلش رو میفروشیم اون رو نگه میداریم که اینجوری مثلا با پولمون بریم سهم دیگه بخریم. بنابراین اغلب اوقات این اتفاق میفته، روزی که شما سهم باز میشه تا چند روز مثلا شاید قیمت بره بالا، بعد وقتی که این وسوسه انگیز میشه برای افراد، میگن خب حالا اصلش رو میفروشیم جایزش رو بعدا نگه میداریم. بعد دوست دیگه این پرسیدن که آیا همیشه اینجوریه؟ خب نه، همیشه هم اینجوری نیست. مثلا همیشه هم مثل خودرو قرار نیست که افزایش سرمایه ها خیلی خوب باشه. در حال خیلی متشکر از پیام هایی که میگذارید، من سعی میکنم که توی ویدیوها بالاخره اون پیام هایی که عمومی تر هستش رو برای شما بخونم و عرض کنم خدمت شما. بریم سراغ تحلیل های امروزمون. همچنین یه دوستی هم از ما پرسته بودن توی پیام ها که دلار 11 تومانی رو کجا میدن ما بریم بخریم دلار 11 تومانی رو. والا من نمیدونم دیگه، حتما صرافی که تو محله آقای روحانی هست دلار 11 تومانی میدن. مانند این روزی بود که من یادم توی دولت آقای احمدی نژاد گوجه گرون شده بود، بعدا ایشون میگفتن که اون میوه فروشی محله ما نه اون گرون نشده، به همون قیمت قبلی میده، من میرم میخرم. و همه دنبال محله آقای احمدی نژاد و اون میوه فروشیه میگشتن.
حالا احتمالا دلار 11 تومانی هم همینجوره، همه برید دنبال اون صرافیه بگردید ببینید که اون کجا داره میفروشه، به خاطر اینکه امروز دلار هم فکر میکنم باز یه مقداری قیمتش اومد بالاتر. خب این شش نماد رو براتون در نظر گرفتم، دو تاش بانکی هست، یکی وپارس بانک پارسیان و یکی دی که خیلی شما از ما درخواست کرده بودید. خب ببینید کلن بانکی ها رو دوستان اگه نگاه بکنید تمامشون تقریبا نمودارهاشون شبیه به هم هستش. این نماد بانک پارسیان من شکل کوچکتر میکنم تا دقیقتر مشخص بشه، نگاه بکنید، و این هم نماد دی. یعنی الان شما نگاه که بکنید مثل این که اینا یه شکلن، اگه دقیق نگاه بکنید شکل اینها همینطوره، بقیهشون هم که نگاه کنید همینجوره تقریبا. و بانکی ها ببینید سالهای گذشته بانکی ها همه زیانده بودن و خیلی رشد نمی کردن، این جزو سهام سنگین بود بانکی ها، حالا بغیر از یه تعدادی خاص از بانکی ها. ببینید من دارم میرم عقبتر، الان اومدم سال چی؟ سال 94. الان توی همون پارسیان رسیدیم به چی؟ سال 93. ببینید حتی نزولی، ببینید الان با یه شیب خیلی ملایمی سال 92 رو در نظر بگیرید، مثلا از 92 بیایم جلو، ببینید که نزولی هستش و حالا خیلی بالا پایی نداره. دوستان ببینید یه جایی چرا یه کوچولو، شاید اینجا اینم تازه سال 97 بوده، ولی اگر که همه بانکی‌ها رو نگاه بکنید از ابتدای امسال یا بهتر بگیم از اسفند پارسال، یعنی از اینجاها اواخر سال گذشته، یک صعود خیلی خوب داشتن که این هم همه چون ببینید. یعنی الان دیگه هم من برم نگاه بکنم تقریبا همینجوری، یعنی گذشتهش ما خیلی افت و خیز چشمگیری درش نمیبینیم که بگیم ببینید یه خط تقریبا صاف از سالهای قبل به جا مونده. این از سال 93 برمیگردیم عقبتر، سال 92 همینجور، از سال 92 بیان جلو نگاه بکنید یه خط صاف، ولی یه افت و خیز کوچیکی اینجا، این هم سال 97 داشته، ولی اون اتفاق اصلی شارپیه باز از اواخر سال 98 آغاز شده و خب تا مرداد خیلی خوب اومده بالا و الان هم داخل یک کانال زمانی قرار گرفته، یعنی اصلاح زمانی قرار گرفته و اصلاح قیمتی چندانی نداشته، مثل بقیه سهام نبوده که مثلا 60% قیمتش بیاد پایین. 60% میخواست بیاد پایین، الان قیمت حدود 8 تومن بود، حدودا مثلا بس نصف میشد دیگه، مثلا میشد روی 4 تومن بیاد اینجاها قرار بگیره، خب به اون اندازه نیومده پایین و اگر هم اومده سریع رفته بالا. نه الان توی تقریبا میشه گفتش به حدود 20% 30% اصلاح قیمتی داشتن بانکی ها. هم ده اینجوری هستش و خب پارسیان هم نگاه میکنید که اونم تقریبا همین حالت رو داشته و از 600 تومن الان رسیده به 425 تومن و توی یک کانال زمانی داره به اصلاح خودش ادامه میده. من فکر میکنم که در هر حال دو سناریو رو میتونیم در نظر بگیریم. سناریوی اصلی که اگه ما بخوایم خود سهم برای ما حرکت بکنه، یعنی خود این را قابلیت‌هاشو در نظر بگیریم، یکی ناشی از اون قیمت تسعیر ارز هستش که الان قیمت دلار که میان برابری میکنن با قیمت ریال، خب اینا دلار برخیاشون دارن بانک‌ها که وقتی که تبدیل میشه در حال یک سود خوبی هم میتونه برشون ناشی بشه. یک مورد دیگه هم بحث دارا سوم هستش،
که وقتی میخوان دارا سوم را عرضه بکنن، در حال بازار بانکی ها را کمی داغ خواهند کرد و من فکر میکنم که حداقل تا قبل از ارائه دارا سوم اینا یکم بازارشون داغ بشه. یعنی حالا دیگه همون دستوری، داغ شدن دستوری، و حالا نهایتاً بتونن به سقف کانال‌های خودشون برسن، یعنی حالا به همون قیمتی که قبلاً توی مرداد رسیده بودن برسن. ولی خب بعد از اینکه دارا سوم ارائه شد دیگه حالا معلوم نیست، احتمال داره که اینها رها بشن به حال خودشون، احتمال اینها با، و بعداً حالا توی این کاناله حرکت خودشون رو ادامه بدن. یعنی من فکر میکنم که با توجه به سابقه ای که از این بانکی ها داشتیم که سالها توی این کانال خودشون به صورت خیلی راکدی حرکت میکردنی، اون شارپیه رو ما نمیبینیم. ببینید اینجوری هیچ وقت نبودند و اینجا هم اون بحث دارا یکم بود. این تو بحث دارا یکم که پیش اومد اینا اینجوری اومدن بالا. این اما حمایت دستوریه را ما داشتیم از بانکی ها سال گذشته که همشون هم همینجوری اومدن بالا. ولی الان هم بحث دارا سوم را داریم و احتمال این قضیه وجود داره که یه حمایت دستور دیگه تو کار باشه. در هر حال فعلا تو این کانال داره حرکت میکنه. حالا اگر اون حمایت بتونه این کانال رو بشکنه، بعدا به اندازه دسته پرچم میتونه بالا بره، یعنی الگوی پرچم بشه این بانک. فرق نمیکنه حالا کی هم بشکنه، من نمیدونم، یه ما دیگه، دو ما دیگه، تا اینقدر میتونه بالا بیاد که خب اندازه زیادی هم ازش، حالا نصفش هم بیاد بالا سود خیلی خوبی داره. نهایتا اگر هم اتفاق نیفته اینه که به سقف کانال، یعنی تا سقف کانال خودش بتونه بیاد بالا و مجددا به سقف رسید برگرده پایین، یا حرکتش رو اینجا ادامه بده، یعنی دیگه پایین نیاد روی سقف حرکت بکنه. این احتمالات بیشتره فعلا برای این دست از بانکی ها با توجه به گذشته و سابقه ای که دارن، و حالا انشاءالله باید در آینده ببینید که به چه صورتی هستش. در نهایت من فکر میکنم که اگر کسی علاقمند به خرید بانکی ها باشه، در حال حاضر خب دارا یکم رو بخرید بهتره، چون 25% زیر قیمت داره ارائه میشه و خب اگر دار سومی بخواد ارائه بشه قطعا اون جذابتر هستش، به خاطر اینکه حمایت بهتری رو ازش انجام میدن که نشون بدن که بله مثلا دار یکم سهم خیلی خوبی بود و بعدا مردم بتونن بیان تا سقف 5 میلیون تومان تا 3 میلیون تومان دوره دار سوم بخرن. این خب یکی از ترفندهایی هستش که متاسفانه وقتی که دولت داره در بورس دستکاری میکنه ما خیلی از موارد رو دیگه نمیتونیم تشخیص بدیم. یعنی الان همه بانکی ها این حرکت رو به این شکل دارن و قطعا این قضیه توی اون دستوری بودنه خیلی تاثیرگذار بوده و باید ببینیم که حالا مجددا چی میشه. اینکه حالا من خیلی ورود نمی کنم به نمادهای بانکی و تحلیل نمی کنم، یکی از دلایلش اینه، چون که خب سابقه اینها رو که نگاه میکنیم خیلی عجیب بوده امسال حرکتشون. حالا بقیه سهام اینجوری نبودن، بالاخره بقیهشون افتخیز بالا پایین زیاد داشتن، اما اینا اغلبشون زیانده بودن. یعنی بانکی ها چندی سال بود که زیانده بودن، حالا یهویی امسال اینقدر سودآور شدن و من نمیتونم که چه اتفاقی افتاده. حالا بحث دلار جای خودش رو داره، ولی اون تازه تا این اتفاق برای دلار افتاده، یعنی اول سال که نیافتاده بود که اینقدر تاثیرگذار باشه. این برابری دلار ریال الانه داره مطرح میشه. خب قصصفا یا قند اصفهان رو از ما خواسته بودید که یه نگاهی به نمودار قصصفا هم بگذاریم و ببینیم که به چه صورتی حرکت کرده. اینم تا مرداد ماه اومده و به قیمت تقریبا 30 تومن رسیده. بعد از اون خب مانند بقیه سهام افت داشته تا قیمت 13 تومن، یعنی از نصف هم کمتر شده، و بعدا دوباره از 25.8 حرکت خوبی را
انجام داده و الان تقریبا رو قیمت 26 تومن رسیده. خب ابر کوما رو به خوبی شکونده و بالا اومده و روی ایچیموکو قسمت سعودی براش نمایان شده. انتظاری که از ایچیموکو میتونیم داشته باشیم اینه که این اینجوری قوسی بیاد تا قیمت حدودا بین 30 تا 40 تومن اگر بخواد به اساس ایچیموکو حرکت کنه. در آینده یک ماه آینده دیگه اگر روال بورس به همین صورت باشه، حالا خبری اتفاق خاصی نیفته این وسط، یه قیمتی بین 30 الی 40 تومن را میشه برای قسسفاها مد نظر گرفت. البته الان مومنتوم سرش اومده پایین، RSI هم به سمت پایین هستش، ولی در هر حال قیمت رفته بالا تو روز آخر و 8% و پایانیش هم 6% نگاه میکنیم که مثبت بوده و از این 10% ها شده این قصص فهم. یا اگر که دارید به نظر من نگه دارید، چون که الان برای ایچیموکوش خوبه بیاد مثلا تو قیمت بین کانال 30 تومن اگر میخواییم بفروشیدم اونجا فروش کن. اما اگه قصد خریدش رو دارید، خب ببینید خرید باید از اینجاها انجام میگرفت، یعنی وقتی که قیمت این زیر ابر بود، هنوز ابر رو نشکنده بود بیاد بالا، باید اینجاها انجام میگرفت، رو قیمت 15-16 تومن انجام میگرفت که اون ضریب ریسک شما کاهش پیدا کنه. موقعی خیلی خوبی هم بود چون بعد از این نزول ها میتونست انجام بگیره. اینجا خریدی مقدار پر ریسکه، ولی حالا اگه از قبل خریدید، از اینجاها خریدید، این میارزه که نگه دارید و واقعا ببینیم که حالا وارد کانال 30 تومن شد بخواید تغییرش بدید یا بفروشید یا تعویض کنید. ولی اگه الان تازه میخواید ورود بکنید، خب ترجیح بنی هستش که به سهامی ورود کنید که شاید موقعیت بهتری رو حداقل از نظر نموداری دارن. یه مورد دیگه هم داره که اگر که نوساناتش 10% باشه، خب یه کمی این هم ریسکش بالاست، هم می‌خری 2 تا 10% 20% میاد پایین. خب بعدی به جهرم رو از ما خواسته بودید، نیروگاهی به جهرم، نیروگاه برق به جهرم، که اون رو هم اگر نگاه بکنیم تازه وارد ابر کومو شده. ببینید این الانه مناسب تر خریده نسبت به این قصصفاه یا قند اصفهان. ببینید الان دیگه تقریبا یه دور زور خیلی خوبی زده تا اینجا اومده، حالا یه اصلاح هم حتی کرده، حالا اگر که حالا این موج یک باشه دو، این سه مثلا تا اینجا بیاد دوباره اصلاح کنه 4 و حالا 5 بیاد تا اینجا. این هم موچماری قصصفاه هم اگه بخواید حساب بکنید به این صورت خواهد شد. ولی در مورد به جهرم اگر نگاه بکنین اوضاع کم متفاوت. من موج شماری های این قصص فارم براتون گذاشتم که دقیقا این موج یک، این موج دو بوده که ببینید موج دو میتونست بیاد به این بالای ابر کومو برخورد بکنه، خب بعدا موج سه شتاب بیشتری میگرفت، یا اینکه بیاد تا این پایین ابر کومو بیاد، ولی خب تا این اواسط تقریبا اومده موج دو، الان در حال طی کردن موج سه هست که خب تقریبا تا اینجاها میتونه بیاد، یعنی یه قیمتی بین 28 تا حالا 31 بعدش مجددا اصلاح بکنه موج 4 که حالا موج 4 تا اینجا هم میتونه پایین بیاد، ولی خب من فکر نمیکنم دیگه به اونجا برسه، یعنی همین بالای ابر کومو با توجه به مثبت شدن این قضیه هستش که مثلا مجدداً برگرده به همین حدود قیمتایی که اینجا هست و بعداً موج 5 حرکت بکنه، بین قیمت 30 الی 40 تومان ما بتونیم موج 5 رو داشته باشیم. این موج شماری قصصفا. و ولی در مورد جهرم نگاه بکنید، این الان موج 1ش رو طی کرده، حالا موج 2. ببینید موج 2 یه نکته که الان اینجا هستش، موج 2 اومده و برخورد کرده به لبه پایینی این ابر کومو و واکنش نشون داده، یعنی موج دو کوتاهی بوده، این در واقع موج یک میتونست مثلا تا اینجا هم بیاد بالا، تا اینجا بیاد بالا
بعدم بیاد بخوره به اینجا. خب کمتر اومده بالا. موج دو اصلاح کوتاه‌تر یا داشته و الان گویا حرکت شروع شده، چون اینجا واکنش نشون داده. اگر که این یک وارد ابر کومو نمی‌شد، مثلا تا اینجا میومد، بعدم ببینیم موج دو میومد مثلا تا اینجا و بعدم موج سه وارد ابر میشد، دوباره احتمال داشت موج چهار بیاد به لبه پایینی ابر بخوره و موج پنج اینجوری از اینجا خارج. ولی الان موج یک تونست وارد ابر بشه، یه مقدار اومد وارد ابر شد و موج دو هم روی حمایت ابر واکنش نشون داده. حالا ببینید موج سه اگر که بیاد به اینجا برسه، به نقطه بالای ابر برسه و مجددا برگرده پایین، خب موج چهار مجددا میتونه تا اینجا بیاد پایین و بعدا موج پنج رو بیاد. ولی معمولا وقتی این حالت پیش اومده، یعنی یه بار وارد ابر شده و یه بار هم اینجا واکنش نشون داده، به لبه پایینی ها واکنش نشون داده و این طرف هم داره صعودی میشه، یعنی الان فردا پس فردا اینجا سبز میشه، اینجا هم سبز بشه، اگر اون سبزش سبز بزرگ باشه مثل این، ببینید بتونیم ببینیم سبز را اینجا، از وقتا اینجوری میشه، ببینید سبز رو نمیشه دید، اون حالت رو نمیگن. اگر که این حالتی بشه که سبز رو بتونیم به خوبی اینجا ببینیم، این سبز بزرگ بشه، بعدا موج سه میتونه این کومو رو رد کن، بیاد بالاتر، موج سه بیاد مثلا تا اینجا، بعدا موج چهار دیگه نهایتا بیاد به این بالای کومو بخوره و موج پنج از سه هم بیاد کمی بالاتر. یعنی همچین حالتی رو میتونیم تقریبا متصور بشیم برای به جهرم، که قیمتش تا مثلا 634 تومان را به راحتی بیاد. حتی قبلا هم ببینیم این تا کجا اومده بوده، قبلا هم تا بودن 900 تومان اومده بالا و خب بله 600 الی 700 یه قیمت نرمالی هستش که ما میتونیم برای یکی دو ماه آینده این سهم در نظر بگیریم با این مچماری به این شکل، یعنی اصلاح دیگه هم احتمالا داشته باشیم و در حال فعلا هم یه صعود اینجوری داشته باشیم. در ارتباط با بیترانس هم ببینید، بیترانس البته الان افزایش سرمایه داده و به این علت بسته هست. حالا باز شد تا ببینیم بعد از افزایش سرمایه واقعا حالا با قیمت بالاتری باز احتمال داره بشه، قیمت پایین تری باز احتمال داره باز شه. ولی حالا اگر این افزایش سرمایه نبود، فعلا موج یکش رو شروع کرده. بعد ببینید احتمالی که وجود داره برای موج یک، اگر این موج بتونه این ابر رو رد کنه، یعنی الان ابر کومو رو بشکنه و از ابر خارج بشه، خب اونجا هستش که میتونه یه حرکت مثل اون به جهرم بشه. ببینید اگر این موج یکش بیاد از ابر رد شه به هر دلیلی، به هر توانی، حالا اگه اینقدر توان زیاد بشه که بشکنه بیاد بیرون موج یک، که معمولا اینجوری نمیشه، حالا این شاید افزایش سرمایه داده بشه، بیاد مثلا تا اینجا بالا، این میشه موج یکش، بعد موج دو دوباره میاد به این لبه گیر میکنه، بعد میشه این موج سه، این میشه موج چهار و این هم میشه موج پنج. یعنی برای بترانس هم در حالت نرمال میتونیم یه همچین شکلی رو متصور بشیم. حالا قبلا هم تقریبا تا این قیمت اومده، تا مقاومتی که داره رو 727 تومن با قیمت تعدیل شده هستش. خب میشه به قیمت بین 600 تا 650، بله همین قیمت ها قیمت های نرمالی هست که برای یک دو ماه آیندهش اگر اوضاع بورس به همین صورت باشه میتونیم در نظر بگیریم. و اما اگر این موج یک نیاد، نتونه این ابر رو بشکونه، بیاد اینجا گیر بکنه، خب طبیعی هستش که موج دو میاد پایین تر، بعد موج سه احتمال داره بیاد به این لبه بخوره، دو موج چهار برگرده پایین تر و همه اینا بیاد یه مقداری پایین. در حال فرق نمیکنه، الان برای خرید میتونه موقعیت خوبی باشه. البته خب اگه به اینجا گیر بکنه، اگه شما اینجا بخرید بهتره. بنابراین حالا باید صبر کنید تا اصلا باز بشه، ببینید که چه اتفاقی قراره براش بیفته و بعدا تصمیم بگیرید به خرید. در ارتباط با لکما، مخابرات ایران الان وضعیت خوبی هست برای خرید، چون ببینید از وقتی که این رسیده به قیمت تقریبا 1500-600 تومان، یه اصلاحی ها انجام داده از مرداد تا الان و هنوز تازه حرکتش رو میخواد شروع بکنه، هنوز حرکت نکرده، یعنی ابتدای موج یک هستی.
الان ببینید ابتدای موج یکی که خب حالا قطعا این موج یکی ها میاد به این ابرگیر میکنه برمیگرده، این میشه 2 میشه 3 میشه 4 میشه 5 اینجوری میشه، یا اینکه نه میاد ابر رد میکنه این میشه 1 میشه 2 میشه 3 میشه 4 و حالا مثلا میشه 5، یه همچین شکلی در میاد. پس بنابراین از نظر اندیکاتوری الان لکما موقعیت بهتری را نسبت به همه این نمادهایی داشت که امروز با هم دیگه بررسی کردیم. بعد از لکما به جهرم و خب بعدش به ترانس موقعیت‌های بهتری را دارن. خب دوستان حتما برای من کامنت بگذارید، باز هم سعی میکنم که جواب شما را در قالب یک ویدیو بدم و تحلیل ها را ادامه بدیم. لایک یادتون نره، لطفا ویدیو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.